دولت فاشیست افغانستان، یک دولتی که جرأت همت تذیر نداره که در مقابل دشمن وطن ایستاده شوند، دیشب به داخل پنچشیر داخل شدن و عملیات شدن به داخل پنچشیر بالای خانه یک از هموطنان ما. اینا عملیات داشتن، عملیات کردن و خوشبختانه که تمام نیروهای امنیتی که برخلاف مردم سلحشور پنچشیر بوده اینا از پادر آمدن. خب زیاد نمیخوایم پرحرفی کنم، فقط دو کلمه را میخوایم اشاره بتام که پنچشیر ولایت های دیگه نیست، پنچشیر کابل نیست، پنچشیر جایی نیست که هر شغال داخل شوه، هر بی حیثیت داخل شوه، بیا مردم از اونجا را یا خود پنچشیر بخوای ناامن بسازن. فکر میکنم که کسایی که این کار کردن و کسایی که در صدد ناامنی سمت شمال هستن، بخصوص با ناامنی پنچشیر، پروان و کاپیسا فکر میکنن، این فکر کنم که باید شبها و روزا روش کار کنن و بعد از او بیان عملیات کنن به داخل پنچشیر و ولایت های سمت شمال. چیزی که بیشتر برای من جالب هستن، جالبیتشی هست که به داخل پنچشیر داخل شدن، پنچشیری که نه تنها متعلق به تمام نه تنها متعلق به مردم پنچشیر هست، بلکه تعلق یا متعلق به تمام مردم افغانستان هست. اونجا سرزمین است، اونجا ولایت است که قهرمان ملی افغانستان زاده شده و او ولایت است که یگانه ولایتی که در سطح افغانستان در دوران جهاد و مقاومت، در دوران همی جهادی که صورت گرفت، اگر بگیم همی جهادی را هم که کردن همی خود حکومت بود، علیه مردمی کار کرده بود، خب از دوش ما میگذاریم، جایی بود که تمام مردم افغانستان به اونجا پناه بردن، آمده این داخل ولایت پنچشیر شده. این ولایت پنچشیر هم خیال کابل کردین، شرم برتان از حکومتی که جرأت از زیر نداره در خود پایتختش طالب بیرق خود بالا میکنن، واقعا شرم است. تا به جایی که همه تجهیزاتی را که میرین بالای مردم عام، بالای کسی که نه گناه کرده نه خیانت کرده، بالای کسی که نه اصلا بندازی سر سوزن ضررشون برای زی حکومت فاشیست نرسیده، شما میرین داخل عملیات میشین، کجا رفته دارین شما؟ حکومت خائن، حکومت خوابورده، حکومتی که جرأت مقابله با دشمن نداره، تانگای زیری روان میکنه به داخل یک ولایتی که اتو یک فیر از داخلش میشه، بالای کی؟ بالای مردم پنچشیر. بون فکر کنین که مردمای ولایت دیگه سن که عاجز آرام فکر کنین، نخیر نی، همون رقم دندان شکن جوابتان میتن، همون قسم دندان شکن جوابتان میتن که دیگه جرأت نکنین طرف دروازه پنچشیر شما سیل کنین. واقعا بر ما بسیار جالب است، وقتی خبر شدم که در پنچشیر جنگ است، من مطمئن بودم که مردم پنچشیر مردمی نیستن که یا کسی که از بیرون بیاد داخل خاکشان، داخل ولایتشان شاید به این آسانی پس بیرون برن. من طرفدار هیچ کسی نیستم، همیشه طرفدار حق بودیم، فقط به خاطر حق صدا بلند کردیم و امروز هم این حکومت هم میگم، هم بر دکتر صاحب عبدالله و هم بر دکتر صاحب غنی، که تا به جای زی که در ولایت هایی که امن است او را میرین شما ناامن میسازین، زیر زناقتان، زیر گلونتان بگفته بعضیا شکردره و گلدره را طالب بیرق بلند میکنه، جرأت عملیات اونجا ندارین، رفتین به داخل پنچشیر، بین بگوین جناب امی اکرام الدین گناهشان چی هستن، قتل کرده، کشتار کرده، به مانند امی حکومت کسایی در رس حکومت هستن قتل کرده، انتحاری کرده، مردم از بین برده، چی کردن؟ گناهش گفته بعد برید شما عملیات کنین. رفتین به داخل پنچشیر داخل شدین، شب خواب از مردم گرفتین، مردم پنچشیر ناامن ساختین. چرا؟ به خاطر گرفتاری جناب اکرام الدین. واقعا شرم از برتان، مفسوزین برای حکومت می، واقعا من می شرمم بگویم ما از این می افغانستان بدبخت هستم که ولایتی که امن است او را می خواهند ناامن بسازن، ولایتی که واقعا مردم به خاطر آرامش و آسایش اونجا میرن، به خاطر تفریح میرن، جایی که حداقل قدری ببخشین امی حکومت قدر حسود است که دیدن از زیر نداره که پنچشیر زیبای ما، جایی که سرزمین مردم از جهاد و مقاومت، کسایی که جهاد کردن اونجا هستن، دید از زیر نداره که پنچشیر آرام باشه. دیروز شاید گرفتاری پیکان صاحب بودیم و امروز هم شاید از زیر هستیم که داخل نیروهای امنیتی
داخل پنچشیر میشه، داخل یک ولایتی که واقعا تاپترین و نخبترین ولایت در سطح ولایت افغانستان است داخل میشن و به خاطر گرفتاری یک فردی که نه گناه کرده و نه جرم داره داخل میشه، خواب مردم از شما میگیره، تمام پنچشیر ناامن میسازن. چرا شما حکومت قدر خائن هستین؟ چرا قدر شما فاشیست هستین؟ چرا قدر بدبخت هستین که تحمل دیدن آرامی یک ولایت شما ندارین؟ اومدین بالای پنچشیر، وقتی که داخل پنچشیر شما حمله میکنین، وقتی داخل پنچشیر شما اینقدر راه اندازی میکنین با تجهیزات میرین، این تنها به خود مردم پنچشیر عیب نیست، به تمام کسایی که در سمت شمال هستن عیب هستن. من حیث یک کاپیسایی که از ولایت کاپیسا هستم و پنچشیر جایی است که همیشه رفت آمد میکنیم، فامیل ما در اونجا هستن. پنچشیر ولایت ما هست، خانه دوم ما ولایت پنچشیر هستن. اگر کسی بخواه بار دیگه به داخل ولایت پنچشیر داخل شوه و ناامنی را ایجاد کنه و باعث سراسیمگی در بین مردم شوه، ایره مطمئن باشن که تمام مردم پروان، کاپیسا، همگی در مقابلشان خواهد ساده شد، چی دولت باشد چی نیروهای غیر دولتی. بیاین حداقل یکم به فکر آرامش مردم باشیم، حداقل به این بیندشیم که یک ولایت ما آرام است، حداقل باقی که ناامن است همه گیره در جنجال شما انداختین. شما حکومت، حداقل همین شمایی که در رس هستی، نمیخوایم به کس توهین کنم، اما حق ندارین آسایش آرامش مردم شما برهم بزنین. رفتین داخل ولایت پنچشیر شدین، بین همین تجهیزات رو که اونجا روان کنید، روان کنید به گلدره، به شکردره که به طالب بیرق خود بلند میکنه. اولی خیانت بزرگ تانمی بود که 600 زندانی رو آزاد ساخته، آزاد ساخته رفتی. بعد از اینکه آزاد شدن، عملات انتحاریش هم هر روز بالاتر رفته، روان است هر روز عملات انتحاریش هم به اوج رسیده که فکر کنی که حتی راکتاش به خود ریاست جمهوری میخوره. باز امروز آمدین داخل پنچشیر داخل شدین، و پنچشیر مرا باور به خدا کنین که مرا خنده به این میگره که داخل پنچشیر شدن. ببینین از نام پنچشیر هویداست که همیشان شیر هستن، همیشان شیر هستن و هیچ کسی را تا باور کنین وقتی که به تفریح مردم میره که تا تذکریش نبیرن داخل نمیشن، بعد کسایی که شغر شغالی که بیا اینجا دعوای حکومت کنه داخل پنچشیر شد، فکر میکنه ناممکن از داخل شدن به اونجا و تصرف کردن ولایت پنچشیر و نام ساختنش و در بین مردم همی وسوسه هایی را که میخواین ایجاد کنن ناممکن هستن. چون داریم در انوزم در پنچشیر، درست است که بزرگایی که در پنچشیر بودن همیشان مردم ما را فروختن، بزرگایی که در سمت شمال بودن همیشان مردم ما را فروختن، حتی هم در جای رفتن که اصلا لیاقت چه نداشتن، اما در روی مردم سمت شمال نپاک گذاشتن، رفتن به جایی پیوستن که اصلا تصور نمیکردیم که سالها اینا جهاد کنن، مقاومت کنن و بعد بیان به جایی برن که بیابروگیشان هستن، بینیشان بریده میشه، خوشبختانه بینیشان هم بریده شد، رفتن به اون طرف. اما اگر بزرگای ما را فروختن، هنوز داریم کسایی که با خون دل جان میخوان از ولایتشان، از سمت شمال دفاع کنن و آماده هر نوع دفاع در مقابل هر نوع فاشیستی که بخواه که سمت شمال ناامن بسازه در مقابلش ایستاده میشن. من میگم مردم پنچشیر شیر هستید، واقعا شیر هستید، آفرین به همت ولایتان، آفرین به غیرتتان. چون به مانند دیگه کسایی که در ولایتهایشان انتحاری را جاسازی میکنن، دوز قاتل، رهزن، اختطافچی را میتن، شما او مردم نیستیم. واقعا امروز ثابت ساختین که شیر هستین. من به غیرتتان افتخار میکنم، من به همتتان افتخار میکنم، تاج سر ما هستین. نه تنها ولایت پنچشیر، بلکه هر ولایتی که امن است، حکومت بخواهی را ناامن بسازه، در بین مردم ناامنی را ایجاد کنه، ما در مقابل حکومت ایستاده میشیم و از حق و حقوق فرد افغانستان دفاع میکنیم. بیاین حداقل حکومت فاشیست افغانستان، حکومتی که در صدد از ایستی که مردم یک شب خواب آرام نداشته باشه، اگر یک روز آرام بودن به روز بعدیش یک دسته درست میکنین که حداقل مردم ناآرام بسازین، بین حداقل به فکر ازی باشیم که افغانستان آباد بسازیم. نه تنها ولایت پنچشیر، کاپیسا، پروانه، بلکه در کل تمام ولایت افغانستان باید امن باشه.
همین باشه. حداقل مردم در طول چندین سال جنگ وقتی که شما را انتخاب کردن، انتخابتان کردن، آمدین در رأس قدرت، به این معنا نیست که بین به چیزای خرد ریزه ای را که یک دختر خانم آمد اگر خودش همت میداش، غیرت میداش در طول چند سال، چندین سال که جناب اکرام الدین اگر در حقش کار کرده بود خدای ناخواسته، چرا خاموشی اختیار کرد؟ اگر خودش بد نمی بود، اگر خودم دختر خانم بد نمی بود، هیچ وقت خاموشی اختیار نمی کرد. از اول میگفت بیاین با دسیسه های بی معنا و بی مفهومتان یک ولایت نام نسازین. گرفتاری از او اگر میگفتین، شاید اگر جلبم روان میکردین، شاید که خودشان میامدن، اما به ای که نیست. من فکر کردم که شاید که به داخل پنچشیر کدام انتحاریه که چندین انتحاریه و یا هم کدام گروه داخل پنچشیر شده که قطعی واکنش سری پی پی ایس و بعض قطعات دیگه که هست داخل پنچشیر شدن گرفتاری دارن، بی خبر از ای که ما واقعا افسوزیمه. افسوسی مهمه که به خاطر گرفتاری کسی که هیچ جرمی نداره قدر تجهیزات بردن به داخل پنچشیر و این رنگ عملیات کردن که باور به خدا کنه که من فکر میکنم در خط جنگی که ولایت ناامنی که هست، فکر نکنم که به خاطر دفاع از افغانستان قدر یا کوشیده باشن، قدر کوشش کرده باشن. اما بدبختانه که دیشب تمام تجهیزاتشان، تمام وسایل جنگیشان به خاطر گرفتاری جناب اکرام صاحب بخرج دادن، او هم بیهوده. در جای رفتن میگه در خانه زنبور زدن تاوان دارم، تو یک چیز از فکر میکنم جای رفتن که هم تاوان خودشان شد و هم مردم علیه حکومت اینا دوگم اقتدار ساختن، یعنی در مقابل حکومت اینا هم دیگه کین بدل گرفتن. بیاین حداقل به جای زی که مردم در مقابل حکومت بخیزانین، مردم در مقابل حکومت کین دلشان بندازین، حداقل کاری کنین که مردمی که واقعا از حکومت افغانستان، از این حکومت فعلی که کینه بدل دارن، امی کینیشون از بین برن. چرا بار بار کاری میکنین که مردم افغانستان خشمگین بسازین؟ اگر هدفتان جنگ است، اگر هدفتان ناامنی افغانستان است، بسم الله شروع کنین. بین حداقل کاری کنین یک بمب اتمی بزنین در سطح افغانستان که تمام مردم افغانستان از بین برن. هر روز شاهد کشتار مردم افغانستان هستیم، هر روز شاهد بدبختی مردم افغانستان هستیم، هر روز شاهد ازی هستیم که به بهانه های بیهوده و فرسوده ایشان داخل اقدام میشن و میرن به داخل یک ولایت و یا در سطح کابل هر جایی که باشه. دیروز جناب پیکان گرفتن، من نمیفهم چی رقم حکومت است. اگر حکومت ما حکومت صمیمی بود، وقتی که حکم گرفتاری یک نفر میتن، در قدم نخست باید در قدم اول باید اینا گرفتار شوند. نه که بانند که بیایند با داخل یک ولایت ده یازده به شب داخل شوند تا صبح اینا بخن که در مقابل مردمی که در خود ولایت زگی میکنن، در مقابل از اونها سلا به نشانه کردن و در مقابل از اونها ایستاده هستن. بین به خود حداقل می شجاعت و همت بزرگی را که شما دارین، همی فکر اندیشه ای را که نسبت به کسایی دارین که افغانستان نام میسازه، برین در خط جنگ. جناب وزیر صاحب داخله، جناب وزیر صاحب دفاع، جناب رئیس صاحب امنیت، واقعا شرم از براتان که شما عملیات میکنید به داخل سطح پنچشیر، به ولایتی که همجوار خودتان است، از ولایتی که خودتان از سمت شستین، به اونجا رفتین داخل شدین و به خاطر ناامنی مردم میکشین که مردم ناامن شوه، میکشین که مردم همه اینا کسایی هستن که به خاطر ناامنی کوشش میکنن که مردم افغانستان اینا نارام بسازن و اقدامی که نسبت به حکومت افغانستان دارن اینا دیگه هم مقدهشان زیادتر بسازه. بخیر سلامت باشین، به امید ازی که حکومت فاشیست افغانستان بار دومی کار خود تکرار نکنه و از خشم مردم اینا سوء استفاده جویی نکنن، مردم در مقابلشان نخیزانن. بخیر سلامت باشین.